خب بینندگان عزیز خوش آمدید، باز با برنامه پژواک در خدمتتون هستیم. موضوع امروز قیام مسیح هست. اگر دوست دارید، سوال دارید، میخواید صحبتاتون رو بگید، تلفن های ما باز هست، دوست داریم از شما عزیزان بشنویم. همینطور فیسبوک و یا مسنجر و هر چیزی که دارید مفهوم کنم باش با کامپیوتر میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. ادوین جان شما رو وصل خواهند کرد به محض اینکه بیایید روی خط. ما اینقدر امکاناتون زیاده با دود و فلان و کفتر و کبوتر 20 تا تصویر باز الان تو کامپیوتر که بخواید میتونید با ما در ارتباط باشید. واسه شما عزیزان بشتم. اما صحبت قیام مسیح، صحبتی که شاید اگه بخوایم خوب بررسیش کنیم، بعد برگردیم و ببینیم از زمانی که کلیسا شروع کرد خدمت خودش را چطور این رو تفسیر و صحبت کرد. جالبه، مسیحیانی که مال دوره‌های اول بودن یا کسانی بودن که از زمینه یهودیت ایمان آورده بودن، چرا که می‌دونیم شاگردای مسیح خیلی تمرکز و توجه داشتن نسبت به یهودیان که بشارت و پیغام انجیل رو برسونن، و دسته دیگه‌ای هم بودن که کسانی بودن که بت‌پرست بودن و غیر یهودی بودن و اونها هم ایمان مسیحی میارن. و هر دو اینها گروه‌های مسیحی بودن، اما باور و تفکر قبلی که تأثیر میگذاره روی تفسیرهایی که از قیام مسیح میکنن، در واقع بیشتر برمیگرده به اون چیزی که یهودیان باور داشتن و تفسیری که این عزیزان میکردن، که البته صحبت خواهیم کرد که چقدر تفاوت داشت بین باور یهودیان نسبت به قیام مردگان و حتی اومدن مسیح که منجی موعود بود، و چرا اصلا بعضی از دلایلی که چرا قبولش نکردن، امروز هم قبولش ندارن، و یه خورده بیشتر صحبت خواهیم کرد. میخوای شما از اون بقیه رو بگید، من بعد برمیگردم نکات رو با از اون در میخوام گذاشت. اینجا توی اون کانتکست تاریخی خیلی مهمه که ما رستاخیز مسیح رو نگاه بکنیم، به خاطر اینکه زمانی رستاخیز مسیح اتفاق میفته که شما اشاره کردید به قوم یهود که به رستاخیز گروهی باور داشتن، گروهی باور نداشتن. و عرضم به خدمتون، حالا این تفاوت دیدگاه هم توی یهودیانی که خداپرست بودن و دسترسی به کتب الهامی عهد عتیق داشتن مشهود بود، و هم توی دنیای غیر یهود. توی روم ما فلسفه های مختلف رو میبینیم هستش، که توی کتاب مقدس هم به دو تا از اونها اشاره میکنه. اگه یادتون باشه پولس رسول وقتی به آتن به بالای کوه مریخ میره و اونجا با فلاسفه داره بحث میکنه، اون فیلسوفای اون دوتا تفکری که اونجا خیلی بارز بودن اونجا هم مطرح هستش، یعنی اون نمونه‌ای بودن از اون چیزی که تمامی روم رو، تفکر روم رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود، که حالا بعدا می‌بینیم که یک عرضم به خدمتتون که فلسفه دیگه هم به یک جورایی کشیده میشه به خود مسیحیت، که حالا بهش خواهیم رسید. ولی توی طرز تفکر فلسفه روم ماده بالکل شر، یعنی روحانیت با ماده و جسم و فیزیک هیچ همخونی و دوستی نداره، و اون نجات قایی و یا اون به قول معروف اون روحانیت کامل آزادی از جسم، آزادی از این دنیاست. پولس رسول وقتی داره با اون فلاسفه صحبت میکنه بالای کوه مریخ، به رستاخیز مسیح اشاره میکنه. حالا اینا فقط اگه خودمونو بذاریم توی جلد این فیلسوفایی، کسانی که دارن از این دیدگاه نگاه میکنن، براش خیلی عجیبه. اینا میگن که خب ما میخواییم از روحانیت ما این هستش که از این بدن آزاد بشیم، از این جسم شریر آزاد بشیم، از این دنیای خراب آزاد بشیم، ولی تو حالا داری به ما میگه که دوباره در مسیح ما رستاخیز پیدا خواهیم کرد. مسیحی که شما اون رو میپرستید دوباره در جسم ظاهر شده، این چه نجاتیه که دوباره برمیگردیم توی این جسم؟ یعنی چنین طرز تفکری از لحاظ فلسفی توی دنیای روم حاکم هستش، و حالا مسیح رستاخیز پیدا میکنه، مسیحیان دارن به اون باور میارن. یک تفاوت خیلی بارز و مشخصی هستش که در اون زمان وجود داره. بله، باورهای اون موقع بیشتر نوشته‌های کلدقل رس هست از نوشته‌های ناستیک ها یا مسیحیانی که خب یه خورده انحراف داشتن از اون تفسیر واقعی کلام خدا. مسیحیان یه خورده که چرس کن، حالا ما میگیم یه خورده که زمانش نمیذاریم با خدا، ولی نوشته‌هایی هست که از نوشته‌های این گروه در دسترس هست و میاد صحبت میکنه. جالب هست، خود یهودیان نسبت به قیامت مردگان یه اعتقاد خیلی کلی داشتن، اما در خیلی از مسائل نسبت به اون چیزی که بعداً مسیحیت میاد، جالبه که مسیحیان میان و متمایز میکنن وقتی قیام مسیح رو صحبت میکنن، به خاطر همین کاری که مسیح برای صلیب میکنه، و قیام مسیح کاملا معنای قیام مردگان برای
با توجه به اون چیزی که یهودیان باور داشتن عوض میشه. حالا بهش نکات جزئیش خواهیم پرداخت، حداقل 7 نکته اگه وقت بکنیم امروز با از اون در میون خواهیم گذاشت که چه نکاتی بود که فرق میکرد. اما یه نکته که جالب هست، تمام مسیحیان، تمام کسایی که مسیحی میشن در قرون اول و دوم، حداقل باورشون بر این بود که عیسی مسیح قیام یافته و این قیامت مردگان در عیسی مسیح انجام شده. وقتی ما به یهودیان نگاه میکنیم، همونطور که وینجان هم اشاره کرد، فریسیان و صدوقیان بودن، گروه اعتقاد داشتن که قیام مسیح اتفاق میفته، گروه اعتقاد نداشتن که اتفاق میفته در خود یهودیان که داریم صحبتش رو میکنیم. پس بحث قیامت مردگان یکی از سوال اساسی که داشت، در مسیحیان همه قبولش داشتن ولی در یهودیان هنوز این در واقع گفتگو و مناظره بود که شاید این باشه و شاید به شکل دیگه باشه. نکته دومی که جالب هست در همین باب صحبتشون میکنه راجع به یهودیان این هست که در واقع قیام مردگان توی الهیات مسیحی مرکزیت ایمان مسیحی هست. شما اگر کار عیسی مسیح رو، اگر قیام عیسی مسیح رو و نتیجهش رو از توی عهد جدید در بیاری، تمام عهد جدید اصلا میپاشه. ولی اگر تولد عیسی مسیح رو از مریم باکره بخوایم در بیاریم که حالا اومدن عیسی مسیح به این جهان هست، فقط شاید 3 باب، 2 باب لوقا و 1 باب متا از کتاب مقدس میشه و تأثیر مخربی بر عهد جدید نداره. این نشون میده چقدر در الهیات مسیحی همین مسئله قیام مردگان و قیام عیسی مسیح از مردگان که نخست زاده هست در قیام از مردگان چقدر اهمیت داشت. و اگه برگردیم به نوشته‌های یهودیت، توی نسخه‌ای که پیدا کردن از دریای مردگان، دریای مردگان، شما خدای مردگان رو بتونید توی دریای مردگان، از دریای سیاه نوشته های یهودی رو که پیدا کردن، توش توی اونها هم اگر دقت بکنیم میبینیم که مسئله قیامت مردگان بعضی وقت حتی رد شده و اونجوری که ایمان مسیحی راجبش خیلی محکم صحبت میکنه مطرح نیست. پس وقتی میایم این دو تا رو کنار هم میذاریم، میبینیم چقدر در ایمان مسیحی حداقل قیام مسیح در مردگان که نخست زاده است مرکزیت داره و تمام ایمان مسیحی رو به هم میچسبونه. پولس هم میگه اگر مسیح از مردگان قیام نکرده باشه، وضع ما بیفایده هستش. مثلا مرکز نیایش یا اون به قول معروف اون هسته مرکزی پرستش مسیحیان رو رستاخیز مسیح شکل میداد. حالا بعد از قرنها ما میبینیم که کریسمس یا تولد مسیح شاید نقطه برجسته شده توی ایمان مسیح و یکی از جشنهایی که خیلی اهمیت داره، ولی در اون زمان در کلیسای اولیه رستاخیز مسیح مرکزیت داشت، یعنی خیلی مهم بود براش و هر روزی یک اصلا تاریخ ما می‌بینیم از سبت به روز یک شنبه انتقال پیدا میکنه و روزای یک شنبه می‌بینیم همیشه مسیحیان با هم جمع میشدن و عشای ربانی رو انجام میدادن. ما مدت‌ها پیش اشاره کردیم به یک نوشته‌ای که از پلینی جوان، یه فرمانداری بود که توی آسیای صغیر از طرف امپراتور مسئول شده بود که اونجا حکمرانی بکنه و مشکلی داشت با مسیحیان که نمیتونست با اونها چطور برخورد بکنه، آیا اونها رو بعد شکنجه بده، آیا اونها رو بعد دستگیر بکنه، برخورد قانونی دولت روم چطور باید باشه با مسیحیان. و این نامه ای رو که به امپراتور وقت خودش مینویسه، میگه من چطور باید با این مسیحیان برخورد بکنم. این مسیحیان افرادی هستن که هر روز یک شنبه صبح بلند میشن و میرن پرستش میکنن و یک شخصی رو به عنوان مسیحی که از مردگان میگن قیام کرده رو دارن میپرستن. یعنی اینقدر مسئله برای مسیحیان، مسئله رستاخیز برای جامعه مسیح اهمیت داشت که این اهمیت رو هم به دنیای اطراف خودشون بسیار مستقیم و مشخص انتقال میدادن. تو هم به یک دیگه از نکات اشاره کردید، همین دلیل جفاها شد بر کلیسا که چقدر دولت روم، بخاطر اینکه خب حتی امپراتوران روم حکم خدا رو داشتن، خیلی بزرگ بودن، کسی نمی‌دونست بهشون بی احترامی بکنه. همینقدر که این کار مسیح در واقع الوهیت مسیح رو نشون میداد، یک باعث دلیلی برای جفا بر کلیسای مسیح شد. می‌خواید تلفنمون رو بگیریم بعد نکات دیگه صحبت کنیم؟ رضا عزیز عرضم به خدمت، روی خط هستن. رضا جان صدای شما رو می‌شنویم، بفرمایید. سلام میکنم خدمت هر سه نفر. سلام رضای عزیز، مرسی، متشکرم. عرضم به حضورتون در ارتباط قیام عیسی مسیح، پولس رسول توی یکی از نامه‌هاش خیلی قشنگ مینویسه که میگه اگر مسیح از مردگان قیام نکرد، موعظه ما باطل است و ما از همه مردمان بدبخت‌تریم. یعنی اگر مسیح اون کار نجات بخشش رو که وقتی که به عهد عتیق مراجعه میکنیم، عید پسح هست، قربانی گناه رو تموم میکنه، بخشش رو شروع میکنه، دوران فیض رو شروع میکنه، پولس میگه اگر ما به این اعتقاد نداشته باشیم، اصلا ما از همه مردم دنیا بدبختریم، پس بریم بخوریم و بنوشیم و خوش باشیم، چون که جهان همین هستش، روی زمین هستش. اگر همه عهد
جدید که مسیح داره صحبت میکنه روی صلیب رو کنار بگذاریم و فقط به همین بحث قیام مردگانش رو نگه داریم برای خودمون، میدونیم که و میفهمیم که فقط منظور از زندگی این دنیا نیست، یعنی جای دیگه هم هست که ما باید بریم، جای دیگه هست که اونجا تازه زندگی ابدی ما شروع میشه و قیام مسیح اصلش و اصل ایمان مسیحی رو پولس میخواد بگه. درسته توی این دنیا خیلی چیز تابمون میدهد مسیح، ولی خودتون رو با اون تشویق کنید، با اون تسلی والایی که مردگان ما قیام میکنیم و در کنار خداوند میشینیم و با اون زندگی میکنیم، خودمون رو به اون دل خوش کنیم، چون اینه نتیجه کار عیسی مسیح با ما که روح ما رو تجدید حیات میکنه و ما رو پسران و دختران خدا میکنه. در مورد این موضوع میخواستم صحبت کنم. مرسی. مرسی رضای عزیز. مرسی از تماستون. واقعا همینطوری که شما گفتین. بسیار عالی. من یه نکته فقط بگم، این جالب